نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیلویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوشامدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیلویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیلویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیلویز همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیلویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیلویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. همکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 2.3. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس‌های جیلویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های جیلویز از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیعریا سیلیکون ولی و از شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین و گرامی هستم. والا چیزی که من خیلی ناراحت کرده امروز دیروز، واقعا وقتی خواستم بخوابم مدت ها بهش فکر کردم و وقتی هم بلند شدم از خواب اولین چیزی که فکرش کردم همین بود که آخه من نمیدونم، به خدا نمیدونم این مملکت ما چه مملکتیه. یه چیز عجیب و غریبیه. یه آقای بدبخت بیچاره دیگه نمیتونم واقعا فریاد نزنم از بی نداشتن و بیچارگی و بدبختی و فلاکت. یه پسر جوون رفته تلفن یه خانمی رو تو ماشین از به زور ازش گرفته، حکم اعدامش دادن. اعدام یه پسر جوون توی هایوی نیایش، ماشینا پشت سر هم واسادن، آقای رفته در ماشین رو باز کرده، پسره یه خانم جوونی اونجا بوده، یه قمه در آورده گفته تلفن تو به من بده، دوستی خواستی بکنه تو روز روشن. حالا یک کم اونجا فیلم برداری میکرده،
و قمه رو میذاره روی گردن طرف، میگه که تلفن تو بده. خانم هم میگه تلفن رو صندلی عقبه. یارو بلند میشه میرسه در صندلی عقب و در صندلی عقب رو باز میکنه، تلفن رو برمیداره میده. همین اعدامش دادن. میگن که برای امنیت عمومی. آقا خجالت هم خوب چیزیه. این آقای اسمشیه؟ این مردک اسمشیه؟ قاضی صلواتی. صلوات فرستاد، فاتحه فرستاد و هرچی عدالت تو دنیا. یعنی از این دیگه نمیشه فاتحه و صلوات با هم دیگه برای عدالت گذاشت. بابا تو اون مملکت همه تو دزدید، همه تو رو باز اعدام بکنن. اون آقای رهبر معظم انقلاب سید اسمش چیه؟ سید خامنه ای، سید علی خامنه ای 3 میلیارد دلار رو دزدیدن و کشش ندید. کشش ندید. 3 میلیارد دلار رو دزدیدن و کشش ندید. یه تلفن یه بچه، یه جوون دزدیده. تازه شاکی هم رضایت داده. میگن این باز درس عبرت بشه برای جامعه. آقا لعنت به اون جامعه که شما میگردونیدش. ببخشید. یعنی واقعا این افتی فرشته عدالت رو واقعا به تیکه تیکه کردن. چشم بسته بوده فرشته. ولی تو ماتتش چیزی کردن تو فرشته که اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه. اصلا عدالتی وجود نداره. اون آقای اصلا من دلم نمیخواد کسی کشته بشه، ولی اون آقای سنجابی بابک زنجانی 18-19 میلیارد دلار خورده، حکم اعدام 5-6 سال بهش دادن، 5-6 سال پیش هم تو زندانه. آقا میشه حکم اعدام بدی بعد هنوز طرف تو زندان باشه؟ خب 20 روز وقت داره که اعتراض بکنه دیگه. بعد اعتراض در دیوان عالی کشور واسه بره یا بگم آره یا بگم نه دیگه، نگرش داشتن. ولی این یه تلفن همراه دزدیده گوشی با قول خود ایرانی ها میگن اعدام. میخوام درس عبرت بدی به جامعه. خودت عبرت باست بگیری از این زندگیت. تو که قاضی هستی اصلا عبرت نمیفهمی یعنی چی. میگن عبرت. ببینید در بعد از انقلاب کبیر فرانسه، هاش خدا چی بگم، یک جیبو رو همین مثل یه آقای قاضی صلواتی وجود داشته، این جیبو رو حکم اعدام بهش میدن، میارنش توی میدون که با گیوتین سرش بزنن. مثل الان جمهوری اسلامی که مردم میرفتن اعدام تماشا میکردن، اون زمان مردم پاریس میرفتن اعدام تماشا میکردن. در زمان گفتن اینه میخوام اعدامش بکنین عبرت بشه برای جیبورا. در مراسم اعدام جیبورا حداقل 100 نفر جیبشون رو زدن. در مراسم اعدام جیبورای دیگه 100 نفر داشتن تماشا میکردن، اومدن اینا پولاشونو زدن، کیفشونو زدن. آخه مسخره است. مسخره. مملکت که غرق در فساده، مملکت که غرق در رشوه است، در فحشاست. آدم خجالت میکشه بگه ها. غرق در دزدیه، دزدیهای میلیارد دلاری که رهبرشون بالا میگه آقا اینا رو کش ندید، کش ندید. حالا یه بچه رو میخوان اعدام بکنن. واقعا دلم میسوزه. واقعا اصلا اسفناک اینا رو که آدم میشنوه. اسفناک. اینا چی هم؟ یارو نشسته، حاجیه نشسته برای تامین امنیت فلان، امنیت عمومی، این خارج نوبت در عرض 20 روز محکوم به اعدامش کردیم. حالا دوتا دیگه هم هستن که اونا زورگیر بوده، اونا پرونده خارج از نوبت میخواد اینا رو اعدام بکنن. بابا با اعدام مگه میشه؟ خیلی دارم میسوزه. این مملکت ما
یه جوریه وقتی آدم اینا رو میشنوه، بعد از اون ورا نگاه کن، مثلا میشینه آدم فیلمای سینمای ایران میبینه، همش صحبت دوزیه و این همش زورگوییه و حالا جنوب شهر نشون میدن. یه سریال خانم من نگاه میکنه، منم مثلا تو ماشین میشه نگاه میکنه، منم به اجبار صداش میشنم، نگاه میکنم با اصلا وحشت میکنم، دارم رانندگی میکنم و اتفاقات سریال داره میفته تو ایران، من وحشت میکنم. راحت میرن در خونه یارو میگیرم میزنم. خب بابا امنیت چجوری بگم انتظامیتون رو درست کنید، عوض که همش دنبال این نیست که نمیدونم کی اومده نمیدونم خواهد رژیم بندازه، تمام پولتون دنبال اینه که روسری درست بشه، بس این چه نمیدونم چی گشت فلان، گشت ارشاد، گشت نمیدونم کوفت و زهرمار، عوض که پولا رو بدید دنبال موی زنه باشید، این پولا رو بزنید برای پلیس امنیت مملکت، یا صبح تا شب خزیناست دنبال اینه که پلیس صاحب زمان سازمان امنیتشون هزینه میشه اونجا، یا نیروهای امام زمان در سپاه پاسداران در وزارت اطلاعات. آقا 16 تا نیروهای امام زمان وجود داره و میده چه پولی اینا میریزن که فقط برای اینا مخالفینشون چیه؟ چه پولی می‌ریزن برای این گشتای مختلف که این زنها و مردا و بدبخت نوجوانا و اینا رو بگیرن؟ فکر امنیت اجتماعی نیستن. در نتیجه این میشه برای این گردن کلوپتی هم نشون بدن اعدام بخوام بکنن یارو. واقعا اسفناکه. نه من نمیدونم چی بگم. لعنت بر شما. خوبه؟ فاتحه عدالت رو خوندید. ای صلواتی به روحت صلوات نریاد. به هیچ روح صلوات نرسه که این همه جنایت دارید شما میکنه. نه اون قاضی صلواتی ها، هزار تمام این مملکت تمام مقامات مسئولین واقعا قاضی صلواتی هن. شرم بکنید دیگه. آخه حیان خوی بچه های مردم از پشت سر هم دیگه اعدام میکنی چیز بالا. خودتون درست کنید، این جامعه رو درست کنید، این دوزیاتون رو تمام بکنید، بذارید بعد این جوانه برن سر کار پول داشته باشن زندگی بکنن. هی اعدام، هی بفرستون بالا. 44 سال کار این فقط کشیدن آدم های جوان ها اون بالاست، هر تمام انداختا تو گردنش رو کشیدن اون بالا. نمیدونم والا خیلی بده. چی میخوام درست بشیم؟ چی؟ آخه این مملکت چی شد؟ هیچ کسی تو مملکت نیست بتونه که جلوی اینا واسه؟ یه پهلوان نیست؟ یه قهرمان نیست؟ یه فرمانده سپاه مرد نیست؟ که اسلحه داره، همه چی داره، قدرت داره جلوی اینا واسه؟ بسید تخم مرده رو تو مملکت خوردند، ملخ اومده تخم مرد خورده. بابا مردونگی هم خوب چیزی، یه کاری بکنید. خیلی دلم سوخت، خیلی دلم میسوزه. ما بزرگترین رقم اعدام در کره زمینه داریم و این شرم‌آوره که واسیم نگاه کنیم یه دولتی بیاد خودش مردم مملکت ما رو بکشه و هر واهونه. و واقعا وقتی ما مفسرین آدم های واقعا مبارز میان میگن که اینا ایرانی نیستن، واقعا درست میگن. و چجوری من یه ایرانی میاد ایران مردم کشور خودشه ادامه کنسن چیزای علکی؟ یه گوشی تلفن دزدیده. اجازه فرمید که آقای رجب نژاد بیاد ببینید آقای تاریخ ما چی بوده، چجوری تاریخ گذشته، چه اتفاقاتی افتاده، ما این همه مردم اینجوری شدیم، اینجوری هستیم واقعا، نظیر ما تو دنیا نیست. در کشتن، در اعدام کردن، در سربریدن، در خفه کردن، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. چی شد آقای رجب نژاد؟ چرا ما به این روز افتادیم؟ چرا مردمی شدیم آدم کش خود خونخوار؟
و بقیه هم واسه دارن نگاه میکنن. بریم برگردیم این آقای رجبی جان، تاریخی شاهدی برای ما داره که ذره اصلا اعصاب من راحت بشه؟ واقعا دارم خون دل میخورم از این حکومت و از این رفتار. از میگن عدالت، بابا گندش در آوردید شما، که این اصلا بو میدید عدالتی فرشته گند، بوی گندش همه جای دنیا رو گرفته فرشته عدالت شما. پیامان رو اینو برمیگردیم. پرستیج، آنر، اکسلنس، these are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. کافه قناری بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قناری بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. دایمون، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه داماد ها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمتگذاری، نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوار، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701.
5701. Something special for you and your loved ones. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و احترامی شما خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار از گرامی. این از این ماجرای غم‌انگیز این سرزمینی که بهش گفتم گل و بلبل، نه گل داریم نه بلبل داریم، چیزی دیگه بسیار گل و بلبلی وجود نداره، هر چی داریم خود سرزمین آخوند داریم دیگه، باید خود سرزمین آخوند و آیت الله. گل و بلبل رفتن، آخوند و آیت الله موندن. خب آقای رجب نژاد تشریف دارن، واقعا به حال من نمیدونم موضوع بحثشون حتما در مورد دنباله بحث هفته پیشه، بلکن از نظر یه شخصیت اجتماعی، شخصیتی که اهل مطالعه است و گذشته و تاریخ ایران خوب خونده خوب میدونه، بخوام بگم چجوری شده آقای رجب نژاد. ما میدونم حکاممون همیشه تقریبا تو تاریخ همینجوری بودن، قوناشان بودن و یه زمانی این آقای کارتر، آقای ریگان میگفت اینا مملکت اینا بربر هستن، ما خیلی به برخورد نامه نوشتیم کاخ سفید، رفتیم اصلا رفتیم جلو سازمان ملل، ما خوابیدیم اعتصاب کردیم، من رفتم چند شب خوابیدم جلو سازمان ملل متحد شعبه سازمان سان فرانسیسکو که چرا آقای ریگان با ما گفتم ما بربریم. ولی واقعا اینو نگاه میکنم اینو این یعنی نشانه بربریت دیگه، این یعنی چی؟ نظرتون چی؟ چرا آقای حسن رجب؟ درود بر جناب علی قربان. سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز. جناب دلدار، وقتی حکومت ها هر حکومتی زمینهای اقتصادی اجتماعی لازم رو برای فروپاشی اخلاقی یک جامعه فراهم میکنند، رویدادهایی از این قبیل که جامعه دچار نابسامانی میشه، دزدی زیاد میشه، زورگیری افزون میشه، اینها یک واکنش بسیار طبیعی برای همون حلقه های گم شده است که در جامعه مفقود شده. در زمانهای گذشته عواملی همچون باورهای دینی، باورهای اخلاقی، باورهای حتی ایدئولوژیک غیر دینی سبب می شد که انسان در چارچوب موازینی قانونی و اخلاقی زیست کنه. شما دوره شاه رو وقتی مقایسه می کنید با دوره اکنون، ببینید که چه تفاوت‌های عظیمی در این 40 سال در جهت منفی روی داده. این تقصیر حکومت هاست و خودتون میدونید که میگن الناس علی دین ملوک هم، یعنی حکومت ها هستند که مردم رو به شکل خودشون در میارن. این یک رویداد طبیعی هست. و اما در مورد این که میگید که این دستگاه عدالت ایران دستگاه فاسدی هست، خب همه این رو میدونن و چیزی به نام عدالت در اونجا وجود نداره، و اگر عدالت وجود داشت اون کسانی که میلیاردها دلار از ثروت این مملکت و این مردم بدبخت و فقیر رو دزدیدند و
از هیچ مجازاتی برخوردار نشدند، نشون میده که در اون مملکت عدالتی وجود نداره. آنچه که وجود داره زور هست و ظلم. و اما این روزها، خب ببینید، یه شعری هست که میگه که آنچنان زی که بمیری برهی، نه چنان زی که بمیری برهند. الان در فضای مجازی اگه توجه کرده باشید، بسیاری از مردم یک شایعه‌ای رو دهان به دهان میچرخونند که آقای رهبر کبیر در حال مرگ است و بسیاری منتظرند که با مرگ او دست افشانی و پا افشانی کنند، و این نشان دهنده نفرتی است که مردم از یک حکومت دارند. در باب اول گلستان سعدی در سیرت پادشاهان یک داستانی هست که میگه در بغداد یک درویش مستجاب الدعوی پیدا شد. وقتی آقای حجاج ابن یوسف که یکی از ظالمترین حاکمان تاریخ هست، وقتی که از این ماجرا با خبر میشه، این درویش رو به حضور میخواد و میگه دعایی در حق من بکن. درویش میگه که خدایا جانش بستان. یارو حجاج میگه آقا این چه دعایی بود در حق من کردی؟ او میگه که این دعای خیر است، هم تو را و هم مسلمانان را. و بعد یک شعری میگه که ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. ببین چقدر حکیمانه پند میده که آقایی که اون بالا نشستی فرمانه اعدام صادر میکنی، این تا کی چون این بازار گرمی خواهی داشت؟ به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. این داستانی است که امروز مردم، یعنی تفکر عمومی مردم این هستش که یک ابلیسی از میان بره، شاید فرجی برای تنفس بیشتر، برای رهایی در اون مملکت پیدا بشه. حالا در تایید حرف شما، خاطرتون باشه، نه حالا برنامه دیدید، من تقریبا 5 هفته پیش، 1 ماه پیش این خبر بیماری، اینکه پیدا نشده آقای خامنه ای، اون موقع گفتم که 2 هفته است پیدا نشده، چون حقیقتش اینه که یکی از عوامل داخل بیت رهبری که با یکی از دوستان من در ارتباطه، یا دوستانی در آمریکا، حدود 5 هفته پیش به این دوست من گفته بود که رهبر 14 روز پیداش نیست، در بیت هست ولی کسی ندیدش و ما نمیدونیم چی شده. و البته گفته زنده است، صحبت یه ماهی پیش بود، یا 5 هفته پیش، زنده است ولی که احتمال میداده اون عضو بیت رهبری که آقای خامنه ای مریض باشه. و من هفته پیشم اتفاقا با همون دوست مرتبط ملاقات داشتم در سان فرانسیسکو، همون دوست به من گفتش که دیگه تایید شده که مریضه و کارها رو داره مشتبه میکنه و اون از دور داره نظارت میکنه. حالا این حرف من 5 هفته پیش قبل از اینکه این مسائل باشه در همین برنامه به نقل از کسایی که اشاره کردم بهشون اینجا عرض کردم، ولی که همیست که روز به روز داره این مسئله جدی تر میشه. البته آقای دلدار، مردم ما این رو باید بدونن، با توجه به ساختار مافیایی حکومت در ایران و با حکومتی که بسیاری از پولهای خودش رو هزینه ساختن بدنه امنیتی و نظامیش کرده و میکنه، جابجایی مهره ها در شرایط الان چندان تأثیری در روند این حکومتی که جز بیداد کار دیگری ازش بر نمیاد، جز نادانی و حماقت و ابلهی کاری ازش بر نمیاد، ایجاد نخواهد کرد. یعنی ما نباید منتظر باشیم که همان گونه که فکر میکردیم که با مرگ خمینی این حکومتش هم ساقط خواهد شد، با مرگ
این آقای عظما هم تغییر جدی در ساختار حکومت ایجاد خواهد شد. زمان خواهد برد که اون تغییر ساختاری صورت بگیره. و اما وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، من دلم میخواد که این مردم ما بدونن که این ایران ما که امروز دست ابلهان و نابکاران هست، در 100 سال گذشته بزرگترین و شریفترین چهره ها رو چه در عرصه سیاست و چه در قلمروی فرهنگ و ادب به ما، به جامعه ما تقدیم کرده. این یکی از شگفتی های جامعه ماست آقای دلدار، که از زمانی که حرکت هایی برای آزادی و رهایی در پیش از مشروطیه صورت میگیره تا پایان دوران پادشاهی دودمان پهلوی، ما واقعا شریفترین و آزادترین، باسوادترین، میهن پرستترین انسان ها رو در این مملکت در 100 سال گذشته تولید کردیم. عرض کنم خدمتتون، این افراد بودن که در این 100 سال گذشته با آزادگی، با مناعت طبع، با همه گرفتاری های مادی که داشتن، تونستن خشت روی خشت بذارن و این مملکت رو آنگونه که امروز ما میبینیم بسازند. من نمونه های فقط چند تا از اسامیش رو اینجا ذکر میکنم تا مردم بدونن که ما چه گوهرهای گرانبهایی در این 100 سال گذشته در این مملکت تولید کردیم و این 40 سالی رو که گذشت، این بسیار بسیار بخش تاریک و کوچکی از تاریخ ما خواهد بود، ولی این مملکت و این مردم و این جامعه دوباره آزادگان و فرهیختگان و خردورزان دیگری رو برای ساختن و دوباره ساختن این مملکت خواهند ساخت. ببینید که کسانی ما داشتیم مثل طالبوف، میرزا فتحعلی آخونزاده، مثل محمد علی فروغی، ملک شورای بهار، سید حسن تقی‌زاده، داور، تیمورتاش، علامه دهخدا، همین محمد علی جمالزاده، در عصر ما خانلری، دکتر معین، دکتر ذبیح الله صفا، دکتر محمد جعفر محجوب، جلال الدین همایی، دکتر عبدالحسین زرینکوب، فروزانفر، سعید نفیسی، عبدالعظیم غریب و بسیاران دیگر، دکتر محمد مصدق، قوام السلطنه و بسیار دیگر چهرهایی که واقعا با خشت جان خودشون این مملکت رو ساختن و به دست ما سپردن. برای اینکه بدونید که این انسانهای شریف چه کردند، من نمونه از زندگی دو تن از این انسان‌ها رو اینجا نقل می‌کنم. یکیش مرحوم دهخدا هست. می‌دونید که باورتون میشه فکر می‌کردم که اگه بخواد اولا فکرم 100% جزء اسامی اول دوم دهخداست و فکر کنم الان می‌خوام فرمودید می‌خوام در مورد شرح زندگی دو نفر بپرسم، گفتم حتما دهخداست. برای اینکه همین دهخدا یکی از شریفترین و باور کنید آقای دلدار کمیابترین انسان‌هایی است که تاریخ مملکت ما به خودش دیده. میدونید که پس از اینکه میرزا جهانگیرخان شیرازی معروف به سور اسرافیل در دوران استبداد صغیر به دست دشخیمان محمد علی شاهی اعدام شد، یه تعدادی از این روشنفکران ایرانی از جمله مرحوم دهخدا از ترس اعدام به تبعید رفتن. دهخدا خاطره ای، من فقط اینو میخوام بگم که ببینید که مایی که الان در امریکا هستیم یا در اروپا هستیم و ادعای مبارزه با حکومت میکنیم، با همه این امکاناتی که در اختیار داریم تا حال کاری از پیش نبردیم، ببینید پیشینیان ما وقتی که در تبعید میزیستند در چه حال و حالاتی بودند. دهخدا خاطره ای از روزهای رو تبعیدش رو، یعنی اول به فرانسه میره بعد میره به سوئیس،
خاطره از این روزهای تبعیدش رو برای مرحوم دکتر محمد معین تعریف میکنه از این قرار که میگه که در آن روزها هیچ پولی از ایران به من نمیرسید. ناچار روزی با یک سوی فرانسوی که معادل یک شاهی آن روزگار بود زندگی میکردم. یک سو، یک واحد پولی کمتر از ممکنه فرانک باشه. با این یک شاهی شاه بلوط میخریدم و به جای شام و ناهار میخوردم. یک روز صبح از شدت گرسنگی و ضعف نتوانستم از تخت خواب پایین بیایم. در این زمان نام رسان پست آمد و یک بسته کتاب و یک نامه از ادوارد براون، همون مستشرق انگلیسی، برای من آورد. براون کتابها را به مناسبت عید نوروز به من هدیه داده بود. نامه براون را باز کردم. نوشته بود: من و شما هر دو در راه آزادی می جنگیم. اجازه بدهید مبلغ مختصری پول برای شما بفرستم. حالا این کی هست؟ زمانی هستش که این شاه بلوط میخوره و از ضعف نمیتونه از رو تختش بلند شه. ببینید چی جوابی میده. در جواب نامی بران نوشتم: شما از کجا فهمیدید که من چیزی ندارم؟ الحمدلله زندگی من کاملا روبراه است و به هیچ وجه به مساعدت مالی احتیاجی ندارم. شما ببین استغنا و مناعت طبع یک انسان شریف ایرانی در تبعید رو اینجا میبینید. همین ده خدا درباره گشاد دستیش و مناعت طبعش باید بگم که هرگز حق تألیف لغتنامه رو که یکی از باور کنه شاهکارهای ادبی تاریخ ایران هست، هرگز حق تألیفش رو نگرفت و وقتی خونش رو فروخت قسمتی از پولی رو که به دستش اومده بود داد به کسانی که در لغتنامه دهخدا باش همکاری میکردند و حقوق نداشتند. ما همچی کسایی داشتیم. بعد سعدی میفرماید که به سرو گفت چرا، یا به سرو گفت کسی میوه‌ای نمیاری؟ جواب داد که آزادگان توهی دستند. این واقعا در مورد دهخدا. در مورد همین محمد علی جمالزاده، نویسنده ما که سالهای سال در غربت زیست، خب میدونید که این آقای جمالزاده پسر سید جمال واعظ از مشروطه‌خواهان بنام بود که سرانجام در دوره استبداد صغیر در زندان بروجرد به دستور محمد علی شاه او هم به قتل رسید. این آقای محمد علی جمالزاده در نوجوانی به بیروت برای ادامه تحصیل فرستاده میشه و بعد میره به سوئیس. میگه که در سوئیس ببینید که این فرزندان این سرزمین ما چه رنجهایی رو تحمل کردن تا تونستن به چهرهای نامدار تبدیل بشن. میگه من در سوئیس در یک پانسیونی زندگی میکردم و پول نداشتم اجاره پانسیون رو بدم. صاحب این پانسیون به من گفت حالا که پول نداری اجاره رو بدی، حداقل غذا تو اینجا نخور، فقط بیا بخواب. میگه گفتم باش. یک شب میگه من به قدری رفتم اونجا، به قدری گرسنه بودم که نمیدونستم چی کار کنم. رفتم انقدر بیدار نشستم تا همه به خواب رفتن. بعد رفتم توی آشپزخونه، دیدم یک ظرف پر از شیر اونجاست. یک لیوان از این شیر رو برداشتم، همین که میخواستم به لبم نزدیک کنم تقی به در خورد و یک آقایی که در همون پانسیون میزیست اومد تو. من همون لحظه این شیر رو ریختم توی دستشویی که این متوجه نشه.
تو نگو این آقا که در اون پانسیون زندگی میکنه با خانمی که در این آشپزخونه کار میکنه یک روابطی دارن و اون اومده بود که این فکر میکرد خانمه اینجاست. بعد میگه که از من پرسید اینجا چی میکنی؟ گفتم هیچی، سرم درد میکرد و اومدم اینجا آب بخورم. گفت اتفاقا من هم سرم درد میکنه، بیا بریم. من برد تو اتاق خودش، دو تا قرص سردرد به من داد و من با شکم گرسنه این رو خوردم. فردا صبحش یکی اسمشم میبره، الان من دقیقا یادم نیست که، یکی میاد به دیدن من. من برای اینکه بهانه‌ای پیدا کنم و یک پولی از او قرض کنم، گفتم که من نامه‌ای به ایران نوشتم ولی پول تمر ندارم، اگر بشه پول تمرش رو به من بده. میگه اون دست کرد تو جیبش چند تا تمر رو برد از روی بشم، گفت چند تا تمر رو برد و به من داد و من روی اون پاکت چسبوندم. و همین محمد علی جمالزاده، اگه سرنوشتش رو خونده باشید، وقتی که جنگ اول جهانی در میگیره با بسیاری از اندیشمندان ایرانی که در تبعید بودن، مثل تقی‌زاده، مثل مرحوم ایران شهر و کسان دیگر، اینها یک کمیته به نام کمیته ملیون ایرانی تشکیل میدن و همین محمد علی جمالزاده حدود 1 سال و 8 ماه میاد در مناطق غربی ایران، میره در میان عشایر و میخواد نیرو جذب کنه، عشایر رو جذب کنه که اینا بر ضد روسیه و انگلیس بجنگند. ولی میبینید که اینها با چی مناعت طبعی زندگی کردن. های رجب نجاد عزیز، اجازه فرمایید که پیام رو ببینیم و برگردیم ببینیم که دنباله این داستانه شیرین شما چگونه خواهد بود. من در دنباله برنامه چهره ای رو معرفی خواهم کرد که عکس همین چهره های فداکار مملکت ما هستند. منتظر تا دلتون میخواد از این عکس اینا زیاد از اون مملکت برمیکرد. خواهش بود. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی ویژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رستوران ما در کنار سوپر مارکت با بهترین غذاها و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه. یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوارد. تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوفر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212 683
7700 تماس بگیرید. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گل‌ها جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب در خدمت شما خانم ها و آقایان عزیز و نازنین هستیم و با سلامی مجدد خدمت شما. جناب آقای حسن، آقای رجب نجات، گیل مرد گفتن حالا ما میخوایم چند تا یکی یا چند چهره ایشون میدیم که خلاف اون بزرگان عصر حاضر بودن. در خدمت ما آقا بفرمایید. بله خیلی متشکرم هستم. عرض کنم که از مردان بزرگی صحبت کردیم که با همه اون دشواری ها و مضایقی که داشتند تونستن شمعی یا به قول مرحوم اخوان خردک شرری در این سرزمین بلازده ما بیافروزند و مثال های زدیم مثل ده خدا به دیگر. و اما در مورد زمانه اکنونی ما برای شناخت بیشتر تفاوت‌هایی که بین انسان‌های آن روزگار و این زاغ‌سار اهرمن چهرگان امروزی هست، باید یادآوری کنم که یک آقای هست به نام اصغر احمدخانی که ایشون کارشناس وزارت خارجه جمهوری اسلامی بودند و بازنشسته شدند و الان یادداشتی نوشتند که چهره کریه این زمامداران ایران رو نشون میده. نوشتند که دوستی داشتم که سفیر ایران در امریکای لاتین بود. سفیری بود که چند تا کشور دیگر امریکای لاتین هم زیر نظر ایشون بودن. در ایام ریاست جمهوری احمدی نژاد دیدم که چند وقتی است که در تهران هست و برخلاف معمول به محل مأموریتش بر نگشته. پرسیدم که کی بر میگردی؟ گفت من استعفا دادم و بر نمیگردم. پرسیدم چرا؟ گفت
ماه گذشته آقای احمدی نژاد به منطقه امریکای لاتین سفر کرد و علاوه بر مکزیک از چند کشور دیگر از جمله نیکاراگوئه بازدید کرد. طبق روال معمول میگه برنامه دیدار رئیس جمهورهای این دو کشور رو تنظیم کردیم و برای مطالعه به آقای احمدی نژاد دادیم. ایشان نگاهی به دستور مذاکرات انداخت و با ناراحتی پرسید این بند 3 دیگه چیه؟ آقای متکی که وقتا وزیر خارجه بود به من گفت آقای سفیر جزئیاتش رو با آقای رئیس جمهور توضیح بدهید. گفتم ما از حدود 2 دهه قبل چند صد میلیون دلار طلب از نیکاراگوئه داریم که در سررسیدها پرداخت نکردند. الان با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی این کشور و مذاکراتی که من با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و وزیر امور خارجشان داشتم، آمادگی دارند در چند قسط پرداخت کنند. نیمی از طلب را ابتدا و مابقی را در 2 سال پرداخت می کنند. آقای احمدی نژاد با عصبانیت گفت شما با اجازه چه کسی به اینها فشار آوردید که بدهیشون رو پرداخت کنن؟ شما فقط سفیر هستید، مملکت ما رئیس جمهور دارد. من از یک کشور انقلابی که در خط مقدم نبرد با امریکا هست طلب وصول نمی کنم. ای بابا، باریکلا. اتفاقا قصد دارم یک تسهیلات اعتباری 1 میلیارد دلاری مجدد بهشون بدهم. گفتم آقای رئیس جمهور من 3 سال زحمت کشیدم، طلب کشور که قابل بخشش نیست، الان اینها توان بازپرداخت رو دارن، بعدن چون این فرصتی شاید پیش نیاید. آقای احمدی نژاد گفت همین که گفتم، صورت جلسه را آماده بکنید مبنی بر بخشش بدهی نیکاراگوئه به ایران. وزیر اقتصاد هم امضا می کند و من هم امضا می کنم. نگاهی به آقای متکی کردم، دیدم سرش رو انداخته پایین و ناراحت هست ولی چیزی نمی گوید. گفتم آقای رئیس جمهور باور کنید ساندینیست ها و دانیل اورتگا که همین رئیس جمهورشون هست اون انقلابیون سابق نیستند. الان که بعد از 20 سال دوباره به قدرت برگشتن ادبیاتشون تغییر کرده، حتی مانیفست ساندینیست ها رو تغییر دادند و مبارزه با امپریالیسم امریکا رو حذف کردند. آقای اورتگا 3 روز بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری به امریکا سفر کرد و در ملاقات با رئیس جمهور امریکا گفت پیام این سفر تغییر دیدگاه های ما و فشردن دست دوستی با ایالات متحده امریکاست. یهو آقای احمدی نژاد با عصبانیت گفتند آقای متکی چقدر گفتم این سفرای لیبرال و سازشکار را عوض کن و سفیر انقلابی بذار جاشون. این سفیر داره به من درس سیاست میده، هنوز نفهمیده دوره هاشمی و خاتمی تمام شده، الان رئیس جمهور خائن و سازشکار نداریم. متکی گفت آقای احمدی نژاد ایشون از با سابقه ترین و خوشنام ترین سفرای ما هستند. احمدی نژاد نگاهی به من انداخت و گفت آقای سفیر
بروید تفاهم نامه بخشش بدهی ها رو با وزارت خارجه نیکاراگوا آماده کنید، فردا تو ملاقات با آقای اورتگا امضا کنم. گفتم آقای رئیس جمهور، من از همین لحظه از پست سفارت استعفا میدم، شما هم بیام